به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت همه دوستای خوبم. خیلی خوش اومدین به این دوره آموزشی جدید. من امیر محمد یعقوب زاده هستم و توی این دوره که برای فرادرس تهیه میشه ما میخواییم در کنار همدیگه یاد بگیریم تا چطور با استفاده از برنامه پاورپوینت برای خودمون لوگوهای حرفه‌ای طراحی بکنیم. یک موضوعی که همین ابتدای کار لازم میدونم که خدمتتون عرض بکنم و یک موضوع خیلی مهم هست، اینه که شاید شما از خودتون بپرسید که چرا برای طراحی لوگو ما باید از برنامه پاورپوینت استفاده بکنیم؟ چرا نریم سراغ برنامه هایی که مخصوص طراحی هستن، مثل برنامه فتوشاپ یا ایلاستریتر؟ من توی این اسلاید برای شما 3 تا دلیل میارم که چرا ما باید از برنامه پاورپوینت استفاده بکنیم. دلیل اولش اینه که برنامه پاورپوینت خیلی برنامه شناخته شده ای هست برای تمام کاربرای کامپیوتری در سراسر دنیا. یعنی در سراسر دنیا مردم از این برنامه استفاده میکنن و فوق‌العاده برنامه شناخته شده ای است. دلیل دومش اینه که این برنامه خیلی محبوبه. محبوبیتش هم دلایل خیلی زیادی داره که شما خودتونم شاید بدونید. یکی از اصلی ترین دلایلش اینه که این برنامه امکانات خیلی زیادی داره و یک دلیل دیگه‌ش هم که من به عنوان دلیل سوم داخل این اسلاید به کار بردم اینه که کار کردن باش خیلی ساده هست. رابط کاربری این برنامه خیلی ساده و شما زمانی که از این برنامه استفاده میکنید میتونید از چندین امکانات مختلف استفاده بکنید، در عین حال اینکه این برنامه به داشتن مهارت بالا احتیاجی نداره. فقط کافیه که یک سری از نکته ها و یک سری تکنیک ها رو داخل این برنامه یاد بگیرید تا بتونید بعد از اون برای خودتون هر چیزی که خواستین طراحی بکنید. برخلاف این برنامه، نرم افزارهای طراحی مثل فتوشاپ و ایلاستریتر برای کار کردن باهاشون لازم است که شما چندین روز زمان بذارید تا مهارت کار کردن باهاش رو پیدا بکنید. ولی این کار برای برنامه پاورپوینت شاید در حد چند ساعت طول بکشه و اون هم با یاد گرفتن چند تا تکنیک و چند تا نکته است که شما راحت میتونید همه اونها رو یاد بگیرید و ما هدفمون این هست که توی این دوره آموزشی این نکته ها و این تکنیک ها رو در کنار هم دیگه یاد بگیریم. من قبل از این آموزش 2 تا آموزش دیگه هم که مربوط به برنامه پاورپوینت هست رو در سایت فرادرس منتشر کردم. شما اگر عناوینش رو در فرادرس سرچ بکنید این محصولات آموزشی برای شما نمایش داده میشه. آموزش اولمون در مورد طراحی کارت ویزیت و بروشور هست که با استفاده از همین برنامه پاورپوینت اون رو انجام دادیم. آموزش دوممون هم در مورد طراحی گواهینامه یا همون مدرک سرتیفیکیت هست که اون هم با پاورپوینت انجام دادیم. اگر شما یکی از این دوتا آموزش رو دیده باشید میبینید که خروجی بعضی از کارهامون حتی از نظر کیفیت، اگر بگم بیشتر از برنامه فتوشاپ یا ایلاستریتر نیست، کمتر از اون هم نیست. یعنی ما کیفیت خروجی هامون فوق‌العاده بالا بود و هر کی که این آموزش ها رو دیده باشه میدونه که کار کردن با این برنامه خیلی ساده بود، اما ما خروجی هامون رو خیلی با کیفیت و خیلی خوب گرفتیم. حالا که این نکته رو بهتون گفتم، وقتش رسیده که به داخل برنامه پاورپوینت بریم و کارمون رو شروع کنیم. من برای این آموزش از پاورپوینت 2019 استفاده کردم و به شما هم پیشنهاد میکنم که حتما از آخرین نسخه پاورپوینت استفاده بکنید. برای این که احتمالاً بعضی از این امکاناتی که داخل این آموزش میخواییم با هم کار بکنیم ممکنه که توی نسخه های قبلی به این شکل موجود نباشن. من برنامه پاورپوینت رو به صورت صفحه سفید یا همون بلانک پرزنتیشن باز میکنم. بعد از اینکه وارد صفحه اصلی برنامه پاورپوینت شدیم، برای قسمت اول ما فقط قصد داریم تا یک مقداری بیشتر با برنامه پاورپوینت آشنا بشیم و یک سری از تنظیمات و تغییرات اولیه رو در داخل برنامه‌مون ایجاد بکنیم و به قول معروف اون رو شخصی سازی بکنیم برای اینکه بتونیم بهتر از اون استفاده بکنیم. نکته اول این هست که می‌خوایم با همدیگه یاد بگیریم که چطور تم برنامه‌مون رو عوض بکنیم. برای این کار به سربرگ فایل میاییم. در این قسمت گزینه اکانت رو کلیک میکنیم. در اینجا یه گزینه‌ای داریم به اسم آفیس تیم که اگر این لیست رو باز بکنیم میبینید که چند تا رنگ برای ما اینجا موجوده. من از این تم کالرفول یا همون رنگارنگ استفاده میکنم که از چند رنگ مختلف تشکیل شده، اما رنگ‌های مختلف دیگه هم اینجا هستن، مثل دارک گری که
خاکستری پررنگ هست، رنگ بلک مشکی هست و وایت که کل تم برنامه‌مون رو به رنگ سفید در میاره. نکته ای که حائز اهمیت هست اینه که اگر ما این تم رو برای برنامه پاورپوینت انتخاب بکنیم، این تم به صورت خودکار برای تمامی برنامه‌های آفیس مثل ورد، اکسل، وان نوت، پابلیشر و سایر برنامه‌های آفیس هم انتخاب میشه. پس این نکته رو مد نظر داشته باشید که تم مناسب رو برای برنامه آفیستون انتخاب بکنید. بعد از این کار دوباره به صفحه اول برنامه برمیگردیم. میخوایم حالا با این سربرگ‌هایی که داخل برنامه هستن بیشتر آشنا بشیم. سربرگ هوم که اولین سربرگ ما هست، یک سری از ابزارهای پرکاربرد و ابتدایی برنامه برای درست کردن اسلاید و همینطور تایپ نوشته هامون رو در اختیارمون میذاره. سربرگ بعدی سربرگ اینسرت هست که این سربرگ به همراه سربرگ هوم از مهمترین سربرگ‌های ما هستند که حاوی ابزار پرکاربردی هستند و ما هم در این آموزش قصد داریم تا از همین امکاناتی که در سربرگ‌های هوم و اینسرت هستند بیشتر استفاده بکنیم. سربرگ‌های بعدی ما که از مهمتریناشون میتونم به سربرگ دیزاین اشاره بکنم. در سربرگ دیزاین یک نکته مهم وجود داره که همین ابتدای کار با همدیگه یاد میگیریم. در این قسمت ما یک حالتی داریم به اسم حالت وریانس که اگر ما اینجا بیایم روی مور کلیک بکنیم، در این قسمت ما یک لیستی برامون باز میشه که انواع و اقسام پالت‌های رنگی مختلف رو برامون لیست کرده. پالت‌های رنگی رو در ادامه آموزشمون با هم دیگه یاد می‌گیریم، اما این نکته رو همین اول بهتون بگم که ما می‌تونیم از این قسمت پالت‌های رنگیمون رو عوض بکنیم، در واقع اون گروه‌های رنگی که می‌خوایم اشکالمون رو به اون رنگ‌ها در بیاریم رو توی این قسمت می‌تونیم انتخاب بکنیم، اما فقط همین رنگ‌ها نیستن و در ادامه یاد می‌گیریم که چطور از رنگ‌های بیشتری هم برای اشکالمون استفاده بکنیم. بعد از اون سربرگ‌های ترانزیشن، انیمیشن و اسلاید شو هستند که برای این آموزشمون ما خیلی به این سربرگ‌ها نیازی نداریم، اما در سربرگ ویو چند تا گزینه هستند که مهمترین اونها گزینه خطکش یا رولر هست که ما اگر این گزینه رو تیک بزنیم همونطور که می‌بینید به صورت پیش‌فرض یک خطکش افقی و یک خطکش عمودی خواهیم داشت که این خطکش ها میتونن خیلی به ما کمک بکنن برای اینکه اندازه صفحمون رو تنظیم بکنیم و همینطور اشکالمون رو در مکان مناسبشون قرار بدیم. من این خطکش ها رو فعال کردم، شما هم بسته به سلیقتون میتونید این کار رو انجام بدید. اگر تیکش رو بردارم میبینید که خطکش ها محو میشن و صفحه اصلی ما بزرگتر میشه، اما اگر این گزینه رو فعال بکنیم خطکش های ما برای ما نمایان میشن. نکته بعدی این هست که ما میتونیم این امکانات رو که در داخل سربرگ هامون هستن رو شخصی سازی بکنیم. به چه صورت؟ به عنوان مثال ما یکی از این ابزارهایی رو که در داخل این سربرگ اینسرتمون هستن و بهشون احتیاج نداریم رو میتونیم کلن پاک بکنیم و یا جاشون رو عوض بکنیم. به عنوان مثال این قسمت کامنتس که میبینید در آموزش ما هیچ نقشی نداره و قرار نیستش استفاده بکنیم. برای همین میتونیم این گزینه رو به طور کامل حذف بکنیم. حالا چطور این کار رو انجام میدیم؟ برای این کار داخل همین قسمت گزینه هامون و ابزارمون راست کلیک میکنیم و از اینجا گزینه Customize the Ribbon رو انتخاب میکنیم. بعد از انتخاب این گزینه یک صفحه برای ما باز میشه که از دو لیست مختلف تشکیل شده. لیست سمت راست و لیست سمت چپمون که الان میخوام بهتون بگم که هر کدوم از این لیست ها حاوی چه گزینه هایی هستن و چه امکاناتی رو در اختیار ما قرار میدن. لیست سمت راستمون همین سربرگ هایی هستن که ما داخل این برنامه داریم. به عنوان مثال میبینید که از وسط لیستمون گزینه هوم، اینسرت، دراو، دیزاین، ترانزیشن تمام این سربرگ هایی هستن که ما داخل برنامه‌مون اونها رو داریم و اگر روی هر کدوم از این سربرگ ها کلیک بکنیم ابزاری که داخل اون سربرگ ها هستن رو به ما نشون میده. به عنوان مثال داخل همین سربرگ اینسرت که الان ما قرار داریم، داخل این سربرگ چندین ابزار مختلف هست که تمامی این ابزارها رو ما الان میتونیم داخل سربرگ اینسرتمون ببینیم.
حالا من بهتون گفتم که ما میخواییم این ابزار کامنت رو حذف بکنیم. ابزار کامنت کجاست؟ ابزار کامنت دقیقا توی این قسمت قرار داره و میبینید که وقتی ما روی این کامنت کلیک میکنیم گزینه ریموو برای ما فعال میشه. اگر گزینه ریموو رو همین الان انتخاب بکنیم میبینید که کامنت از لیست ما حذف شد و حالا اگر روی اوکی کلیک بکنیم میبینید که ما در سربرگ اینسرتمون دیگه ابزاری به اسم کامنت نداریم. این حالت بهمون کمک میکنه که بتونیم اون ابزارهایی رو که مناسب کارمون نیستن رو از داخل این سربرگ ها حذف بکنیم و این لیستمون رو یک مقداری خلوت‌تر بکنیم برای اینکه بتونیم بهتر و بهینه‌تر استفاده کنیم. فرض کنیم که ما الان می‌خوایم دوباره ابزار کامنت رو به داخل سربرگ اینسرتمون برگردونیم. برای این کار دوباره توی همین قسمت راست کلیک می‌کنیم و گزینه کاستماایز ریبن رو انتخاب می‌کنیم. این بار با لیست سمت چپمون کار داریم و اول از همه توی این بالا از بین گزینه‌های موجود می‌آییم گزینه آل تبز رو براش انتخاب می‌کنیم. وقتی که این گزینه را انتخاب بکنیم میبینیم که دوباره سربرگ‌های برنامه‌مون به ترتیب اینجا لیست شدن و ما اگر هر کدوم از این سربرگ‌ها را انتخاب بکنیم ابزارهایی که داخل اون سربرگ‌ها هستن هم برای ما به نمایش در میاد، حتی اون ابزارهایی که ما پاکشون کردیم. ببینید ما کامنت رو از داخل لیست سمت راستمون پاک کردیم، اینجا داخل قسمت اینسرت کامنتی وجود نداره، اما توی این قسمت در سربرگ اینسرت ابزار کامنت اینجا برای ما نمایش داده میشه. اگر ما اینجا ابزار کامنت رو انتخاب بکنیم دکمه اد برای ما فعال میشه و اگر ما اد رو کلیک بکنیم میبینید که دوباره کامنت به داخل سربرگ اینسرتمون اضافه شد. الان اگر روی اوکی کلیک بکنیم میبینید که کامنت دوباره به سربرگ اینسرتمون برگشته، اما جاش فرق کرده. قبلا در این قسمت قرار داشت اما الان اومده در آخر لیست ما قرار گرفته. برای اینکه این ابزارها رو جابجا بکنیم باید از همین قسمت، از همین لیست سمت راستمون ابزاری که میخوایم جابجا بکنیم رو اول سلکت بکنیم و بعد اون رو هر جا که میخوایم قرار بدیم. به عنوان مثال من میام کامنت رو بعد از تکست قرار میدم. حالا میبینید که دوباره کامنت برگشت به همون جایی که اول قرار داشت. یک نکته دیگه هم در این باره هست، این که ما اگر بخوایم یک ابزاری رو از یک سربرگی به یک سربرگ دیگه انتقال بدیم این کار رو هم میتونیم انجام بدیم. به چه صورت؟ به عنوان مثال همین کامنت رو من دوباره ریمووش میکنم از سربرگ اینسرتمون. مثلا میخوام این ابزار کامنت رو بیارم این بار در سربرگ دراو قرار بدم. دوباره میام از این لیست آل تبز رو انتخاب میکنم، به سربرگ اینسرت میام، دوباره روش دابل کلیک میکنم و گزینه کامنت رو انتخاب میکنم. حالا دوباره روی دکمه اد کلیک میکنم، میبینید که این بار چون من سربرگ دراو رو انتخاب کرده بودم به صورت خودکار این حالت کامنت به سربرگ دراو من منتقل شد و حالا توی این سربرگ دراو هم میتونم این رو جابجا بکنم و هر جا که خواستم قرارش بدم. حالا اگر یه اوکی کلیک بکنم میبینید که کامنت در سربرگ اینسرت من نیست اما در سربرگ دراو من در این قسمت قرار داره. هرچند که من بهتون توصیه میکنم که این کار رو انجام ندید، یعنی این ابزارها رو در سربرگ‌های مختلف قرار ندید، چون که به صورت پیش‌فرض برنامه پاورپوینت این کار رو درست انجام داده، یعنی اون ابزارهایی رو در هر سربرگ قرار داده که متناسب با عنوان همون سربرگ است و از نظر کاربردی بودن هم همین دو تا سربرگ اولیمون یعنی هوم و اینسرت حاوی مهمترین ابزارهامون هستن. اما اگر میخواید شخصی سازی بکنید این لیستاتون رو و این امکانات رو برای پاورپوینت خودتون داشته باشید، شما این اختیار رو دارید که این گزینه ها رو جابجا بکنید و یا حذف بکنید و یا به هر سربرگی که خودتون خواستین انتقال بدید. در قسمت قبل ما با محیط این برنامه بیشتر آشنا شدیم و با یک سری تنظیمات هم کار کردیم و حالا توی این قسمت می‌خوایم یک مقداری بیشتر با قابلیت‌های این برنامه آشنا بشیم و بعد از اون بریم سراغ طراحی شکلمون. من اول کادرهای پیش‌فرض رو پاک می‌کنم با زدن کلید دیلیت کیبورد. بعد از اون ما می‌خوایم قابلیت‌های این برنامه رو فعال بکنیم. اولین قابلیت اسمارت گایدز هست که
همونطور که از اسمش پیداست برای طراحی شکل و قرار دادن اجزای مختلف در صفحمون میتونه خیلی به ما کمک بکنه. احتمالاً شما هم باش آشنایی دارید. برای اینکه این قابلیت رو فعال بکنیم توی همین صفحه بک‌گراندمون راست کلیک میکنیم. اینجا از قسمت Grid & Guides میایم لیست کنارش رو باز میکنیم. اینجا گزینه Smart Guides رو میبینید که حتما باید این تیک بخوره. حالت بعدی برای صفحه بک‌گراند ما هست که ما باهاش قرار آشنا بشیم. دوباره توی همین صفحه راست کلیک میکنیم و اینجا گزینه Format Background رو انتخاب میکنیم. یک لیستی در سمت راست برای ما باز میشه که ما توی این لیست میتونیم حالتهای مختلف رو برای صفحه پس زمینمون یا بک‌گراندمون انتخاب بکنیم. حالت اول که به صورت پیش‌فرض هم همیشه در این حالت قرار داره حالت سالید فیل هست. حالت سالید فیل ما میتونیم یک رنگ رو به طور مختص برای صفحه بک‌گراندمون انتخاب بکنیم. به عنوان مثال به صورت پیش‌فرض همیشه این رنگ سفید هست، اما ما میتونیم رنگ‌های دیگر رو هم برای صفحه بک‌گراندمون انتخاب بکنیم. در پایین قسمت رنگ یک گزینه هست به اسم ترانسپرنسی که اگر ما درصد این ترانسپرنسی رو زیاد بکنیم میبینیم که رنگ ما کم رنگ تر میشه و اگر این درصد به 100 برسه کلن رنگ بک‌گراند ما محو میشه و اگر ما اینو دوباره به 0 برگردونیم میبینیم که دوباره رنگ ما پدیدار میشه. حالت بعدی حالت gradient fill هست. این حالت خیلی پرکاربرده و در ادامه آموزش ما با اون کار خواهیم کرد. حالت gradient fill برعکس حالت قبلی که فقط یک دونه رنگ رو میشد انتخاب بکنی، اینجا ما میتونیم چندین رنگ رو برای بک‌گراندمون انتخاب بکنیم. حالت های gradient fill یک طیف رنگی رو برای ما به وجود میاره که میتونیم با ترکیب چند رنگ مختلف بک‌گراند صفحمون رو رنگ‌آمیزی بکنیم. اینجا همونطور که میبینید در این قسمت gradient stops ما 4 تا استاپ رنگی داریم که هر کدوم از اینها رو میتونیم یک رنگ متفاوت براش انتخاب بکنیم. تعداد این استاپ ها رو میتونیم از طریق این دو تا گزینه که در سمت راستش قرار دارن کم یا زیاد بکنیم. اگر ما اینجا روی اد کلیک بکنیم میبینید که این استاپ ها تعدادشون بیشتر میشه، اما اگر روی اینجا کلیک بکنیم روی قسمت ریموو این استاپ ها برای ما پاک میشن. میتونیم تعدادش رو خودمون انتخاب بکنیم. معمولا هم تعداد خیلی زیادی انتخاب نمیکنیم، بین همین 3-4 تا رنگ هست و 3-4 تا استاپ هم بیشتر براش انتخاب نمی کنیم. هر کدوم از این استاپ ها رو اگر ما سلکت بکنیم در قسمت پایین گزینه کالر هست که ما میتونیم رنگ اون استاپ رو انتخاب بکنیم. مثلا من استاپ اولیم رو به رنگ قرمز پررنگ در آوردم، استاپ دومی رو میتونم رنگ نارنجی انتخاب بکنم براش، استاپ سومی رو رنگ آبی براش انتخاب میکنم و در نهایت استاپ آخری هم رنگ بنفش. و اگر ما بخوایم این رنگ ها رو تنظیم بکنیم میتونیم این استاپ ها رو جابجا بکنیم. محل این رنگ ها تفاوت پیدا میکنن وقتی که ما این استاپ ها رو جابجا بکنیم و زاویه تابش این رنگ ها هم خیلی مهم هست. اینجا زاویه 90 درجه هست. اگر ما به عنوان مثال این رو به 180 تغییر بدیم میبینید که این طیف رنگیمون به صورت عمودی هست، قبلا به صورت افقی بود و تنظیماتی از این دست که ما انشالله در ادامه آموزش بیشتر با این قسمت کار خواهیم کرد. حالت بعد حالت پیکچر و تکسچر فیل هست که ما برای صفحه بک‌گراندمون میتونیم از یک عکس استفاده بکنیم به جای یک رنگ یا طیف رنگی مختلف. برای این کار هم در این قسمت Picture Source میایم گزینه Insert رو انتخاب میکنیم و بعد از اون روی گزینه From a File اگر کلیک بکنیم حالا میتونیم از داخل محیط کامپیوترمون یک عکس رو انتخاب بکنیم و بیاریم به عنوان Background صفحمون اون رو قرارش بدیم به این صورت. و حالت آخر حالت Pattern Fill هست که ما باید از بین این الگوهای موجود در داخل این برنامه یک کدومش رو انتخاب بکنیم، یک کدوم از این پترن هایی که به صورت پیش‌فرض اینجا وجود داره. این پترن ها مدل های مختلفی دارن، اما دوتا رنگ هستن که ما داخل هر کدوم از این پترن ها میتونیم استفاده بکنیم، رنگ بک‌گراند و فورگراند، که اگر ما اینها رو به رنگ های دیگه تغییر بدیم میتونیم تفاوتشون رو از همدیگه تشخیص بدیم. دوباره من صفحه بک‌گراندمون رو به همون حالت سالید فیل که در ابتدا بود
تغییر میدم و این قسمت رو میبندم. بعد از این کار میریم سراغ رسم شکل هامون. در سربرگ اینسرت ما ابزار شیپس رو داریم که تمام شکل هامون رو از همین قسمت میخوایم رسم بکنیم. این لیست رو اگر باز بکنیم با شکل های پیشفرض زیادی مواجه میشیم که میتونیم هر کدومشون رو به دلخواه انتخاب بکنیم و رسم بکنیم. کارم رو با رسم دایره شروع میکنم و میخوام اینجا داخل صفحه بک‌گراندم یک دایره رسم بکنم. برای اینکه دایرمون اصولی رسم بشه، یعنی طول و عرض یکسانی داشته باشه، حتما باید کلید شیفت رو نگه داریم تا دایرمون به درستی رسم بشه. اگر من کلید شیفت رو رها بکنم میبینید که شکل ما از حالت دایره خارج میشه، ولی شیفت همیشه به ما کمک میکنه که یک شکل درست رسم بکنیم. من دایرمون رو رسم کردم و میبینید که اینجا خطوط اسمارت گاید برای ما به نمایش در میاد. الان به ما میگه که دقیقاً دایرمون رو در وسط صفحه قرار دادیم. این یکی از قابلیت‌های مهم این برنامه هست که حتماً در ادامه هم به کمک ما خواهد اومد. همونطور که میبینید بعد از این که ما شکلمون رو رسم کردیم، یک تب جدید به تب‌های قبلیمون اضافه میشه به اسم Drawing Tools و تب Format. توی این قسمت ما میتونیم تنظیمات این شکلی که رسم کردیم رو درست بکنیم. به عنوان مثال یکیش این قسمت سایز هست که ما میتونیم سایز این شکلمون رو کم یا زیاد بکنیم، رنگش رو میتونیم تغییر بدیم و حالت‌های دیگه. در قسمت سایز ما میتونیم اندازه شکلمون رو تغییر بدیم. به عنوان مثال من اگر این رو روی 6.5 در 6.5 اینچ تغییر بدم، میبینید که اندازه دایرمون بزرگتر شد. این ویژگی به ما کمک میکنه که حتی بعد از رسم شکلمون هم بتونیم سایز اون رو تغییر بدیم. اگر دقت بکنید میبینید که من اینجا واحد اندازه گیریم اینچ هست. شما احتمالاً واحد اندازه گیریتون سانتیمتر باشه. برای بار اول مخصوصاً اگر این برنامه را اجرا میکنید، من بهتون پیشنهاد میکنم که حتماً واحد اندازه گیریتون رو به اینچ تغییر بدید، برای اینکه ما در ادامه آموزشمون تمام اشکالی که رسم میکنیم واحد اندازه گیریشون به اینچ هست و اگر شما از واحد اندازه گیری سانتیمتر استفاده بکنید به احتمال زیاد دچار مشکل میشید. برای تغییر واحد اندازه گیری از سانتیمتر به اینچ احتیاج هست که ما یک بار از برنامه خارج بشیم، برنامه پاورپوینت رو ببندیم. اما من چون از قبل تنظیماتم رو روی سیستمم درست کردم، از برنامه خارج نمیشم، فقط به صفحه دسکتاپم برمیگردم و از این قسمت وارد صفحه کنترل پنل میشم. در صفحه کنترل پنل من عبارت ریجن رو سرچ میکنم و بعد یک گزینه به من نشون میده به اسم Regional Language که وقتی روی این گزینه کلیک بکنم یک پنجره برای من باز میشه. توی این پنجره ما در همین تب اولی، تب فرمت، میایم روی گزینه Additional Settings کلیک میکنیم و یک پنجره جدید برای ما باز میشه. توی این پنجره یک عبارت هست اینجا به اسم Measurement System یا سیستم اندازه گیری که این سیستم اندازه گیری متشکل شده از دو تا سیستم متریک و US. در سیستم متریک واحد اندازه گیری به سانتیمتر هست و در سیستم US هم واحد اندازه گیری به اینچ است. شما اگر از واحد اندازه گیری سانتیمتر در داخل برنامه پاورپوینتتون استفاده میکنید، در واقع دارید از سیستم متریک استفاده میکنید. برای این کار باید شما سیستمتون رو از متریک به US تغییر بدید و بعد از این که سیستم اندازه گیریتون رو به US تغییر دادید و روی اوکی کلیک کردید، بعد از چند ثانیه تنظیمات مورد نظر شما در سیستمتون اعمال میشه و وقتی که برای بار دوم برنامه پاورپوینتتون رو باز بکنید، میبینید که اینجا در این قسمت در تب فرمت وقتی که به قسمت سایز بیاید، میبینید که اندازه شکلتون به اینچ است. بعد از این ما به قسمت شیپ استایلز میایم. توی قسمت شیپ استایلز ما میتونیم رنگ شکلمون رو انتخاب بکنیم. این قسمت از چند تا گزینه تشکیل شده. گزینه اول شیپ فیل هست که ما توی این میتونیم رنگ بدنه اصلی شکلمون رو انتخاب بکنیم. وقتی که روی شیپ فیل کلیک بکنیم میبینید که یک پالت رنگی برای ما باز میشه به همراه رنگ‌های استانداردی که در داخل این برنامه وجود دارن. اما اگر احیانا ما رنگ مد نظرمون رنگی بود که توی این پالت رنگی و یا این رنگ‌های استاندارد وجود نداشت،
اون موقع باید چیکار بکنیم؟ باید بیایم روی گزینه مورفیل کالرز کلیک بکنیم. یک پنجره برای ما باز میشه که این پنجره از دو تا قسمت مختلف یا از دو تا تب اصلی تشکیل شده. قسمت استاندارد رنگ‌های رو می‌بینید که به صورت استاندارد و به صورت پیش‌فرض قرار دارن و ما می‌تونیم رنگ مورد نظرمون رو از بین این رنگ‌هایی که اینجا هستن انتخاب بکنیم و بعد اگر روی اوکی کلیک بکنیم رنگ مورد نظرمون به داخل برنامه اضافه میشه و برای شکل مورد نظرمون هم این رنگ انتخاب میشه. اما اگر رنگ مورد نظرمون رو توی این قسمت هم پیدا نکردیم، باید به قسمت کاستوم بیایم، با استفاده از تنظیماتی که اینجا وجود داره رنگ مورد نظرمون رو خودمون درست بکنیم. به چه صورت؟ ما اینجا یک طیف رنگی داریم به همراه یک نشانگر یا کرسر. اگر ما بیایم این نشانگر رو روی این طیف رنگی بچرخونیم، میبینید که هر زمان که این نشانگر رو روی یک رنگی قرار بدیم، این قسمت رنگ پیش‌فرض ما به ما نشون داده میشه و علاوه بر این طیف رنگی یک پیکان به همراه یک نوار رنگی هم در سمت راست قرار داره که اگر ما این پیکان رو به سمت بالا یا پایین حرکت بدیم، میبینید که رنگ ما پررنگ و کمرنگ میشه. هرچقدر که این پیکان رو به سمت پایین این نوار بیاریم، رنگمون پررنگتر میشه و در پایین ترین قسمت این نوار میبینید که رنگمون به رنگ مشکی در میاد، با اینکه کرسرمون توی این قسمت سبز رنگ قرار داره. و هر چقدر که این پیکان رو ببریم بالاتر، رنگ ما روشن‌تر میشه و در بالاترین قسمت این نوار میبینید که رنگ ما به رنگ سفید در میاد. مثلا من توی این قسمت با استفاده از این طیف رنگی میخوام برای خودم یک رنگ آبی فیروزه‌ای درست بکنم. کرسرم رو میارم توی این قسمت قرار میدم و بعد پیکانم رو هم میارم یک مقداری پایین تر. میبینید که رنگ آبی فیروزه‌ایم به صورت پیش‌فرض ساخته شده. یک تنظیمات حرفه‌ای تر هم توی این قسمت پایین صفحه میبینید به اسم سیستم RGB. اگر با برنامه های طراحی مثل فوتوشاپ یا همین برنامه پاورپوینت کار کرده باشید، احتمالاً سیستم RGB رو میشناسید. سیستم RGB یک تعریف خیلی ساده داره و میگه که تمام رنگ‌هایی که به صورت دیجیتال وجود دارن، یعنی رنگ‌هایی که در صفحه مانیتور کامپیوترمون می‌بینیم یا در صفحه گوشیمون می‌بینیم، از 3 رنگ اصلی تشکیل شدن. حالا این رنگ‌ها چیا هستن؟ رد قرمز هست، گرین رنگ سبز و همینطور بلو که رنگ آبی است و در واقع تمام رنگ‌های دیجیتالی که ما می‌بینیم متشکل شده از رنگ قرمز، سبز و آبی که در اختصار بهشون میگن سیستم RGB. ما اگر این عددهای مربوط به این رنگ‌ها رو تغییر بدیم، باز میتونیم یک رنگ جدید برای خودمون بسازیم. مثلا من همین رنگ آبی فیروزه‌ای رو که میخوام برای خودم ایجاد بکنم، از طریق همین سیستم RGB میتونم این رنگ رو بسازم. به چه صورت؟ من کد رنگ قرمزم رو به 20 تغییر میدم، کد رنگ سبزم رو به رنگ 226 تغییر میدم و بعد از اون کد رنگ آبیم رو به عدد 192 تغییر میدم. بعد از این کار رنگ مورد نظرم رو من درست میکنم و بعد از اون روی اوکی که کلیک بکنم، این رنگ به صورت خودکار برای من در شکل دایره‌ام انتخاب میشه. بعد از اون قسمت شیپ اوتلاین رو داریم. اوتلاین همین خطی هست که دور محیط شکلامون کشیده میشه. الان زخامتش کم هست. اگر من بیام از این قسمت وید این رو زخامتش رو بیشتر بکنم، الان مشهودتر هست و بهتر میتونید ببینید. در واقع دور محیط هر شکلی یک خط کشیده میشه که بهش میگن اوتلاین. رنگ این اوتلاین رو هم از این قسمت میتونیم انتخاب بکنیم. اما در اکثر مواقع در آموزش هامون ما اصلا نیازی به این اوتلاین نداریم، پس همینجا گزینه نو اوتلاین رو براش انتخاب میکنیم و کلن اون رو محو میکنیم. بعد از اینکه ما دایرمون رو رسم کردیم، حالا برای مبحث ترکیب اشکال نیاز به یک شکل دیگه هم خواهیم داشت. دوباره به سربرگ اینسرتمون برمیگردیم و دوباره روی شیپس کلیک میکنیم. این بار من میخوام یک مستطیل برای خودم رسم بکنم. ابزار رسم مستطیل رو انتخاب میکنم و یک مستطیل به این صورت و
برای خودم رسم میکنم به طوری که نصف محیط دایرم رو بگیره، یعنی نصف دایرمون باید بره زیر مستطیل قرار بگیره. این هم برای این هست که میخوایم ما ترکیب اشکال رو با همدیگه کار بکنیم. رنگ مستطیل رو من به رنگ قرمز تغییر میدم و شیپ آوتلاین رو هم براش گزینه نو آوتلاین رو انتخاب میکنم. بعد از اینکه ما دو تا شکل مختلف رو برای خودمون رسم کردیم، حالا با همین اسمارت گاید میایم اینها رو تنظیم میکنیم. دقیقا نصف دایره پشت این شکل قرار میگیره و نصفه دیگرش بیرون هست. برای ترکیب شکل ما به بیش از یک شکل احتیاج داریم، پس باید الان دوتا شکلمون رو همزمان با همدیگه سلکت بکنیم. من اول دایره رو سلکت میکنم و بعد مستطیل رو. وقتی که ما دوتا شکل رو با همدیگه انتخاب میکنیم، اینجا یک گزینه برای ما فعال میشه به اسم Merge Shapes، که اگر این Merge Shapes رو باز بکنیم میبینیم که از 5 تا گزینه یا 5 تا حالت مختلف تشکیل شده که الان یک به یک به بررسیشون میپردازیم. حالت اول حالت یونین هست که اگر ما این رو انتخاب بکنیم میبینید که شکل‌های ما به یک شکل واحد تبدیل میشه و ما میتونیم این رو به هر جا که خواستیم انتقال بدیم و در واقع یک شکل مستقل میسازه این گزینه. حالا من به حالت اول برمیگردونم شکلامو، دوباره Merge Shapes رو باز میکنم. حالت بعدیش حالت کمباین هست که حالت کمباین هم دقیقا مثل حالت قبل دوباره یک شکل مستقل رو میسازه، با این تفاوت که اون قسمتی از شکلها که با هم دیگه مشترک بودن، دقیقا این نیم دایره مشترک بود بین مستطیل و دایره من، قسمت مشترک بین شکل‌ها رو کلن پاک میکنه و سایر قسمت‌ها رو به ما نمایش میده به صورت یک شکل مستقل. دوباره شکل‌ها رو به حالت اول برمیگردونم. حالت بعدی حالت فرگمنت هست که از پرکاربردترین حالت‌های این لیسته که ما در ادامه آموزشمون حتما با فرگمنت بیشتر کار خواهیم کرد. این حالت رو اگر انتخاب بکنیم شکل هامون از محل تلاقی ها جدا میشه، در واقع قطعه قطعه میشه و ما میتونیم هر کدوم از این قسمت ها رو به صورت جداگانه انتخاب بکنیم و اونها رو تغییر جهت بدیم، تغییر مکان بدیم یا هر کار دیگه که خواستیم میتونیم باشون انجام بدیم. کلن یکی از پرکاربردترین حالت های این لیست هست. دوباره به حالت اول برمیگردونم شکل هامو. دو تا گزینه آخر Intersect و Subtract هست. Intersect رو اگر انتخاب بکنیم اون قسمتی از شکل که با همدیگه مشترک بود برای ما انتخاب میشه، اما رنگ این قسمت به رنگ شکل اولمون در میاد. شکل اولمون دایره بود، اگر خاطرتون باشه من اول دایره رو انتخاب کردم و بعد مستطیل رو، و الان وقتی که حالت Intersect رو انتخاب میکنم میبینید که اون نیم دایره مشترک برای ما باقی میمونه، سایر قسمت ها حذف میشه و رنگ این قسمت هم به رنگ فیروزه‌ای که همون رنگ دایرمون بود تغییر پیدا میکنه. حالت بعدی حالت سابترکت هست. حالت سابترکت هم دقیقا میاد اون قسمت مستقل شکل اولمون رو نگه میداره، سایر قسمت ها رو برای ما پاک میکنه. اجازه بدید که این بار مستطیل رو انتخاب بکنم و بعد دایرمون رو. حالا اگر بیایم حالت اینترسکت رو انتخاب بکنیم میبینید که دوباره همون قسمت مشترک باقیمون، سایر قسمت ها حذف شد، اما این بار رنگ شکل نهاییمون به رنگ قرمز که رنگ مستطیلمون بود تغییر پیدا کرد و حالت سابترکت هم کلن برعکس شد. به خاطر اینکه حالت سابترکت خدمتون عرض کردم اون قسمت مستقل از شکل اول باقی میمونه و سایر قسمت ها به طور کلی حذف میشن. این قسمت مستقل از مستطیلمون بود و یک نیم دایره هم مشترک بود که اون نیم دایره برای ما پاک شد. با مبحث ترکیب اشکال هم آشنا شدیم و انشالله در ادامه آموزشمون بیشتر با اونها کار خواهیم کرد. من شکل هامون رو پاک میکنم و به عنوان آخرین مطلب در این قسمت میخوام آیکون ها رو بهتون معرفی بکنم. آیکون ها در نسخه 2019 برنامه پاورپوینت قابلیت های جدیدی پیدا کردن. ما در ادامه آموزشمون با این آیکون ها کار نخواهیم کرد، اما لازم دونستم که چند تا نکته مهم رو در موردش خدمت شما عرض بکنم. ما اگر روی آیکونز کلیک بکنیم یک پنجره برای ما باز میشه که تمامی آیکون های موجود در برنامه پاورپوینت رو در دسته بندی های مختلف و در
موضوعات مختلف به ما نشون میده که نیاز هست که حتما ما به اینترنت متصل باشیم برای اینکه پنجره برای ما باز بشه. و همونطور که میبینید اینجا موضوعات این آیکون ها به صورت یک لیستی به ترتیب حروف الف با نمایش داده میشه که ما به عنوان مثال میتونیم بیایم اینجا گزینه فود اند درینکس رو انتخاب بکنیم تا آیکون های مربوط به گروه غذا و نوشیدنی برای ما به نمایش در بیاد. من میتونم چند تا از این آیکون ها رو اینجا سلکت بکنم برای اینکه به داخل برنامه اضافه بکنم. کاتگوری های مختلف رو هم اگر ببینید، مثلا اینجا کاتگوری هوم هست که آیکون های مربوطه رو اینجا به ما نمایش میده. آیکون ها تعدادشون خیلی زیاده و در دسته بندی های مختلف هم قرار دارن. شما میتونید هر کدوم از این دسته بندی ها رو که برای طراحی به کارتون میاد رو انتخاب بکنید و آیکون هایی که توی اون دسته بندی هستن رو ببینید. میتونید از این آیکون ها هم در طراحی های لوگوتون استفاده بکنید. البته ما خودمون در ادامه آموزش همونطور که خدمتتون عرض کردم استفاده نمی کنیم، اما شاید شما برای طراحی های خودتون این آیکون ها به کارتون بیاد. من 3 آیکون انتخاب کردم و از طریق زدن گزینه insert اونها رو به داخل برنامه اضافه کردم. اندازه شون رو هم یک مقداری بزرگتر میکنم تا بهتر به چشم بیان. unselectشون میکنم برای اینکه بتونم جدا جدا از همدیگه قرارشون بدم در اینجا. اینها رو اینجا ما مرتب میکنیم. یک نکته خیلی مهمی که میخواستم در مورد آیکون ها بهتون بگم این هست که این آیکون ها در نسخه 2019 برنامه پاورپوینت قابلیت تبدیل شدن به یک شکل رو پیدا کردن. حالا این قابلیت به چه درد ما میخوره؟ به عنوان مثال من اینجا آیکون خوشه انگور رو انتخاب کردم. در تب مربوط به رنگامیزی اون در تب فرمت ما اینجا یک قسمت داریم به اسم گرافیکس فیل که اگر ما بیایم اینجا پالت رنگیمون رو باز بکنیم میبینید که هر رنگی که انتخاب بکنیم کل این آیکون به همون رنگ تغییر پیدا میکنه. مثلا اگر رنگ لایت بلو رو انتخاب بکنم یا آبی کم رنگ، میبینید که کل آیکون من به این رنگ تغییر پیدا میکنه یا رنگ‌های مختلف دیگه. اما یه قابلیتی در این برنامه هست به اسم Convert to Shape. در همین تب فرمت اگر ما روی این گزینه کلیک بکنیم آیکون ما تبدیل به یک شکل میشه. روی این گزینه کلیک میکنیم و اینجا یک پیغام برای ما به نمایش در میاد. روی گزینه Yes کلیک میکنیم و الان این آیکون برای ما به شکل تغییر پیدا کرده. اگر ما بیایم اینجا مثلا روی این دونه انگور کلیک بکنیم میبینید که همین یک دونه انگور برای ما سلکت میشه نه کلش. و حالا اگر به تب فرمت بیایم دوباره و در این قسمت بیایم مثلا رنگ بنفش رو براش انتخاب بکنیم میبینید که همین یک دونه انگور رنگش تغییر پیدا میکنه نه کل این انگور. برای همون ما میتونیم هر کدوم از این قسمت‌ها رو انتخاب بکنیم و رنگش رو به دلخواه برای خودمون تغییر بدیم و به این صورت این آیکون برای ما به یک شکل مستقل تغییر پیدا میکنه. من تمام این دونه های انگور رو به رنگ بنفش تغییر میدم و در آخر هم برای این برگش میام یک رنگ سبز رو انتخاب میکنم. مثلا این رنگ سبز مناسب هست. میبینید که ما تونستیم به این شکل این آیکون رو تغییر بدیم و رنگامیزیش رو خیلی حرفه‌ای‌تر انجام بدیم. و حالا یک نکته دیگه این هست که ما میتونیم همین آیکون رو که الان به این صورت درآوردیم رو ذخیره بکنیم. به چه صورت؟ اول روی این کلیک میکنیم برای ما انتخاب میشه و بعد از اون روش راست کلیک میکنیم و اینجا یک گزینه هست به اسم سیو از پیکچر. اگر ما روی این گزینه کلیک بکنیم محل ذخیره شدن اون رو انتخاب میکنیم و این شکل برای ما به همین صورت ذخیره میشه. این کار رو میتونیم با آیکون های دیگه هم انجام بدیم. مثلا این آیکون هندونه رو میبینید. من دوباره میام به تب فرمت. در حالتی که به صورت آیکون هست فقط یک رنگ واحد رو میتونیم براش انتخاب بکنیم. اما اگر بیایم اینجا گزینه Convert to Shape رو بزنیم و اینجا روی Yes کلیک بکنیم دوباره به یک شکل تبدیل میشه. دوباره به تب فرمت میایم. این قسمتش رو میتونیم سلکت بکنیم. بیایم از اینجا رنگ قرمز رو براش انتخاب بکنیم و قسمت پایین شکل رو هم میتونیم رنگش رو به رنگ سبز تغییر بدیم. این رو هم میتونیم به عنوان یک شکل مستقل ذخیره بکنیم.
اما این نکته که خدمتتون گفتم در مورد تمامی این آیکون ها صدق نمی کنه. مثلا این آیکون قاشق رو شما می بینید، من اگر بیام در این قسمت گرافیکس فیل براش یک رنگی انتخاب بکنم، می بینید که کلش تغییر رنگ پیدا می کنه. الان اگر بیام کانورت تو شیپ رو هم انتخاب بکنم، باز هم تغییری پیدا نمی کنه، دوباره رنگ همون رنگ خواهد بود. مثلا رنگ سبز رو که انتخاب بکنیم، می بینید که کل این قاشق رنگش به رنگ سبز تغییر پیدا می کنه. بعضی از این آیکون ها به صورت تک بودی یا تک لایه هستن، مثل همین قاشق. پس این آیکون ها براشون فرقی نداره که چه به صورت شکل باشن و چه به صورت آیکون. اما برای آیکون هایی که چندین لایه یا چندین بود دارن، مثل این خوشه انگور یا مثل این هندونه، میتونیم این کار رو انجام بدیم و خیلی خلاقانه و خیلی خوب هست و همونطور که گفتم میتونید شما از اینها هم به عنوان قسمتی از طراحی هاتون استفاده بکنید و از اونها بهره لازم رو ببرید.